امیدوارم کارتون خوب باشه. من فرشیدم، داشتم آماده می شدم که برم اجرا، امروز از یه اجرا دارم. یادم افتاد که خیلی هاتون از من پرسیده بودید و یه دغدغه‌ای هست برای همه نوازنده‌های سنتور، اینکه وقتی که میخوایم اجرا کنیم سازمون رو کجا بذاریم. یعنی همیشه دنبال یه میز هستیم، یه جایی هستیم برای اینکه سازمون رو بتونیم بذاریم روش. خب تو ایران شرایط بهتره، میزهای متفاوتی هست که شما میتونید تهیه بکنید، ولی مخصوصا هنرجوهایی که من خارج از ایران داشتم و مخصوصا اونایی که میخوان اجرا برن نیاز دارن به یه میزی که قابل حمل باشه، بتونن با خودشون این برور ببرن باش اجرا برن. و یا خب میدونیم دیگه اینجا خونه ها کوچیکه و جا نیست، نیاز داریم به یه چیزی که کوچیک باشه و جای زیادی از ما نگیره. اومدم بهتون این میز رو معرفی بکنم که خب خودم باهاش آشنا شدم و خب خیلی هم کاربردیه و کار منو خیلی راه انداخته، چون همیشه هر جا می‌خواستم برام اجرا کنم همیشه باید درخواست می‌دادیم که یه چیزی، یه میزی که کوچیک باشه. اینجا هم خیلی براشون عجیب بود، همیشه یه میز اینجوری به من پیشنهاد می‌دادن و خب خیلی کار منو راه نمی‌انداخت. خلاصه با این آشنا شدم که خیلی خیلی خوب و کاربردیه، اومدم به شما معرفی کنم که اگر نیاز دارید حتما از این استفاده کنید. البته این میز نیست، این پایه سایت درامه که الان بازش میکنیم با هم دیگه، بهتون نشون میدم خوبیا و بدیاش هم بهتون میگم، ولی خب میگم برای من خیلی خیلی کاربردی. بریم که بازش کنیم ببینیم که چطوریه. خب بچه ها این جمع شده یه پایه هست، میبینید که خیلی کوچولو و جمع و جوره و قابل حمله و راحت به خودمون میتونیم این برو ببریم. حالا برای باز شدنش خیلی ساده هست، یه پیچ اینجا داره که این پیچو باز میکنیم اینطوری، بیاریمش بالا و بعد اینو شلش میکنیم و این باز میشه اینطوری و بعد سپایش رو از اینجا اینطوری باز میکنیم. برای تنظیم ارتفاعش این پیچ رو باز میکنیم و ارتفاعش رو تنظیم میکنیم. حسنی که این پایه داره دقیقا همینه که یکی ارتفاعش تنظیم میشه، شما هر ارتفاعی که لازم داشته باشید راحت تنظیم میکنید. دوم اینکه شیبش تنظیم میشه، شما میتونید با این پیچ تنظیم کنید که اینو تو چه زاویه ای قرارش بدید. خب بعد میدونید که این سمتش باید سمت خودمون باشه و با این پیچه اینطوری تنظیم میکنیم که تو چه ارتفاعی قرارش بدیم. و حسن دیگه ای هم که داره اینه که وقتی شما سازو میذارید بعد با این پیچ سفت میکنید این پایه رو، اینا آروم آروم میان بالا تا جایی که دیگه کاملا سنتور رو محکم میگیرن. الان من سنتور میذارم روش تا ببینید چطوری میشه. خب سازو میذاریم اینجا، ببینید خیلی قشنگ کیپ میشه توی این ستا میله‌ای که داریم اینجا کیپ میشه. و خب حسنی هم که داره اینه که اینا کاملا لاستیکی هستن و خراب نمی‌کنن سازو، به ساز آسیب نمی‌زنن. بعد که ساز رو گذاشتیم همون پیچی که بهتون نشون دادم این زیر سفتش می‌کنیم. 2 hours later. حالا سفتش می‌کنیم که ساز کاملا دیگه گیر می‌کنه، دیگه اصلا تکون نمی‌خوره. و بعد دیگه خیلی کاملا استیبله، یعنی اصلا امکان افتادن ساز نیست و خیلی قابل اعتماده. و بعد بهتون گفتم با اون یکی پیچی که بهتون نشون دادم اینجا با کمک این پیچه پیچو شل میکنیم و شیب میزمون رو تنظیم میکنیم. یه ذره اگر شیب داشته باشه به سمت خودمون خیلی خوبه و بعد هم محکمش میکنیم، ارتفاعش هم تنظیم میکنیم و خیلی راحت دیگه الان میتونیم باش ساز بزنیم. ساز شما الان خب زیر ساز خالیه دیگه، اگر زیر ساز خالی نباشه، یعنی زیر ساز پر باشه و مخصوصا اینکه یه چیز نرم باشه، سازتون خوش صداتر میشه. یعنی همیشه شما وقتی میخواید سازتون رو بذارید حتما اگر که روی یه میز میذارید حتما یه رومیزی نرم داشته باشید براش.
حالا راهی که من برای این حالا خودم ساختم اینه که بیایم به جای اینکه سازمون رو همینطوری بذاریم روی میز، یه از یه تیکه چوب، یه تیکه MDF استفاده بکنیم برای اینکه زیر سازو پر بکنیم و بعد روش یه پارچه بندازیم که نرم هم بشه. حالا من چون میخوام با سازم اجرا برم، جابجا کردن یه تیکه MDF همراه ساز و پایه و اینا کار سختیه. به خاطر همین یه تیکه مقوای کلوف پیدا کردم و روی اون مقوای یه تیکه فوم، یه لایه فوم کشیدم که خیلی کمک میکنه که راحت به خودم برم برم سبکه و خب زیر ساز رو هم پر میکنه. الان بهتون نشون میدم که چطوری از اون استفاده میکنم. خب این مقوایی که بهتون گفتم اینه که من روش یه فوم، یه لایه فوم نازک کشیدم و خیلی سبکه. اینو میذارمش اینجا و خب یه ملافه، یه پارچه، یه رومیزی خوشگل میندازیم روی این پایه که دیگه پیدا نباشه اون زیر چه خبره و بعد سازمون رو میذاریم. خیلی عمالی. اینجوری وقتی زیر ساز پره خیلی سازمون خوش صداتر میشه و صدای بهتری ازش در میاد. صدای قبلی که اجرا کردم مقایسه بکنید متوجه میشید که چقدر صدا متفاوت شد، صدا کنترل شده شد، کاملا شفاف و متفاوت شد. امیدوارم که ویدیو به دردتون بخوره. اگر که ساز میزنید و نیاز دارید که یه میز داشته باشید حتما به این فکر بکنید، چون واقعا پایه کاربردی بر من بود. خیلی عالی. منم دیگه باید برم که دیگه دیر شده. یادتون باشه که حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، کامنت بذارید، من رو حمایت بکنید که منم انرژی و انگیزه داشته باشم که ویدیوهای بهتر و کیفیت‌تری رو براتون تولید کنم. خوب و خوش باشید.